بخش اول یک آنها آنجا هستند پسرهای سیاه با لباسهای سفید که در حال هستند و قبل از آن که من به آنها برسم تمیزکاری را تمام کردند وقتی از خوابگاه خارج می آنها در حال تمیز کردن هستند هر ستای آنها عبوسند و از همه چیز نفرت دارند از آن ساعت روز از جایشان در آنجا و آدمهایی که باید دور و برشان کار کنند وقتی آنها این گونه نفرت دارند بهتر است شما را نبینند من به آرامی از کنار دیوار میخزم ولی آنها ابزار خاصی دارند که ترس مرا شناسایی میکند و همگی سرشان را بلند میکنند هر سه با هم چشمانشان از میان چهره های سیاهشان میدرخشد مثل درخشش یک لامپ رادیو در پشت رادیوی قدیمی رفقا اینم رئیس رئیس عالی ما رئیس بروم پیر بفرما رئیس بروم یک جارو به دستم می چسبد و مرا به جایی که می پاک کنم هدایت می کنند. یک ضربه محکم هم به پشت پایم میزنند تا عجله کنم <applause> میبینیش اون اونقدر گنده است که میتونه منو له و لبرده کنه ولی عین بچه ها رفتار میکنه <می <بینیش> آنها میخندند و بعد میشنوم که پشت سرم پچ پچ میکنند با سرهایی که به هم نزدیک شده است پچپچ یک تشکیلات سیاه پچپچ مرگ و نفرت و دیگر رازهای بیمارستان وقتی از کنارشان میگذرم به خودشان زحمت نمیدهند تا در موقع افشای رازهای بیمارستان صدایشان را پایین آورند چون آنها فکر می کنند من کرولال هستم همه همین فکر را می کنند آنقدر مرد رندی هستم که بتوانم اکثرشان را گول بزنم تنها کمکی که سرخ پوست بودن در این زندگی کثیف به من کرده این بوده است که در همه این سالها به من کمک کرده است تا مرد رند باشم دوروبر در بخش را تمیز می کنم و از آن طرف در کلیدی در قفل در می چرخد. از نحوه باز شدن قفل می فهمم که پرستار گنده است که دارد قفل در را باز می کند. او آنقدر با این قفل ها سرکار داشته است که به نرمی و چابکی کلید را در قفل می چرخند. پرستار از در داخل می شود و به همراهش بادی سرد هم می آید و بعد در را پشت سرش قفل می کند. و من به انگشتانش نگاه می کنم که چگونه روی آن سطح فلزی حرکت می کند. ناخونهایش همرنگ لبهایش است. نارنجی پررنگ. مثل نوک دستگاه هویه. رنگش آنقدر سرد یا داغ است که اگر لمستان کند نمی توانید بگویید سرد است یا داغ. او کیفی حسیری به دست دارد شبیه به آنهایی که افراد قبیله امپکوا در گرمای سوزان ماه اوت کنار بزرگ راه می فروشند. کیفی به شکل جعبه با بندهای کنفی. از وقتی اینجا هستم او این کیف حسیری را دارد. بافت کیف شل شده است و می توانم داخلش را ببینم. نه رژ لبی در آن هست نه وسیله آرایشی و نه هیچ چیز زنانه دیگری. کیف او پر است از وسایل متعددی که قصد دارد امروز از آنها استفاده کند. چرخها و دنده هایی که آنقدر آنها را سیقل دادند که برق میزنند. قرص های کوچکی که مثل ظروف چینی برق میزنند. سوزن، انبر، دنباریک و قرقره های سیم های مسی. وقتی از جلوی من میگذرد نگاهی به من میاندازد. خودم را عقب میکشم و لبخندی میزنم. سعی می کنم تا جای ممکن نگذارم تا چشمانم را ببیند و با این کار خلع صلاحش می کنم. اگر چشمانت را ببندی آنها نمی توانند چیز زیادی در موردت بگویند. وقتی در حال از کنارم رد می شود در اعماق وجودم صدای کشیده شدن پاشنه بر روی سرامیک ها و صدای به هم خوردن وسایل داخل سبدش را می شندم. او محکم قدم بر می دارد. وقتی چشمانم را با باز می کنم، او به انتهای حال رسیده است و دارد به داخل ایستگاه شیشه پرستاری می پیچهد. جایی که روزش را پشت میزش می و از پنجره به بیرون نگاه می کند و در مورد اتفاقاتی که پیش رویش در هشت ساعت آتی می یادداشت برداری می کند. چهرش از این فکر خوشنود و آرام می شود. بعد آن پسرهای سیاه را نگاه می کند. آنها هنوز آنجا هستند و پچ پچ می کنند. متوجه ورود پرستار به بخش نشدند. حالا فهمیدند که او بهشان خیره شده است ولی دیگر خیلی دیر شده است. حالا دیگر می دانند که وقتی او وارد بخش شده است آنها دور هم جمع شده بودند و پچ پچ می کردند. دستپاچگی در چهرهشان موج میزند. پرستار به سمت آنها می رود. آنها در انتهای راه رو گیر افتادند. پرستار می داند آنها چه میگویند و می بینم که او از شدت عصبانیت کنترل خودش را از دست داده است. قرار است دمار از روزگاران حرامزاده ها در بیاورد. خیلی عصبانی است. او از شدت عصبانیت آنقدر متورم می شود که روپوش سفیدش از قسمت پشت جر میخورد و دستانش را آنقدر باز می کند که میتواند تواند پنج شش بار دور هر ستای آنها بپیچد. با چرخاندن آن کله گندهش نگاهی به اطرافش می اندازد. هیچ کس او را نمی بیند. فقط بروم برومدن پیر دورگه سرخ پوست است که پشت جارویش پنهان شده است و اصلا نمی تواند حرف بزند که بخواهد درخواست کمک کند. بنابراین پرستار به راه خودش ادامه می دهد و از شدت خشم بزرگ و بزرگتر می شود. به بزرگی یک تراکتور. آنقدر بزرگ که می توانم بوی ماشینالات داخلش را حس کنم. همانطور که شما می توانید بوی موتوری را حس کنید که در حال هل دادن باری بزرگ است. نفسم را در سینه حبس می کنم و حدس می زنم. خدای من، این بار دیگر آنها آن کار را می کنند. این بار میگذارند که نفرتشان به نقطه اوج برسد و پیش از آن که بفهمند دارند چه کار می کنند همدیگر را تکه تکه می کنند. ولی درست همان موقعی که پرستار میخواهد آن بازوهای خم شدهش را دور آن پسرهای سیاه بگیرد و آنها هم با دسته جارو به او حمله کنند همه بیماران از خوابگاه بیرون میآیند تا ببینند این حیاهو برای چیست. و حالا پرستار مجبور است که به قیافه قبلیش برگردد تا کسی او را با این شمایل ترسناک واقعیش نبیند. وقتی بیماران در نیمه راه چشمانشان را میمالند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است، سرپرستار را میبینند که طبق معمول خونسرد، آرام و خندان است و به پسرهای سیاه میگوید بهتر است اینجا به غیبت کردن نیستند چون دوشنبه صبح هست و روز اول هفته کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. منظورم همون دوشنبه صبح قدیمیه، فهمیدی بچه ها؟ بله بله دو چیز رچت، و ما امروز صبح چند تا قرار ملاقات داریم بنابراین وایسادن اینجا و صحبت کردن شما تو اینجا خیلی ضروری نیست بله دوشیز رچد پرستار میستد و برای بیمارانی که با چشمانی سرخ و پف کرده میآیند و آنجا میستند سری تکان میدهد او برای هر کدام از آنها یک بار سر تکان میدهد یک جست خودکار و دقیق چهرش ملایم حساب شده و دقیق است. مثل عروسکی گران قیمت که پوستش از لعابی به رنگ بدن است. ترکیبی از سفید و کرمی با چشمانی آبی، یک بینی کوچک و سوراخ کوچک صورتی رنگ بینی. همه چیز با هم جور است به غیر از رنگ لبها و ناخونهایش و بالاتنش. در ساختن پرستار اشتباهی رخ داده است و آن هم بالاتنه بزرگش است که اگر اینطور نبود کار تکمیل بود. و می تواندید که پرستار از این بابت چقدر ناراحت است. مردها هنوز آنجا ایستادند تا ببینند که پرستار با آن پسرها چه کار می کند. بعد پرستار به یاد می آورد که به من نگاه کند و بگوید و چون امروز دوشنبه است چرا یه شروع هفته خوب نداشته باشیم و همین اول صبحی آقای برومدن تفلکی و اصلاح نکنیم؟ قبل از اینکه تو ساعت‌های بعد از صبحونه سالن اصلاح شلوغ بشه و مجبور بشیم شاهد مزاحمت ها و آخ و اوخ گفتن های اون بشیم نظرتون چیه؟ قبل از اینکه بقیه نگاهشان را به سمت من برگردانند به داخل کمد جاروها میروم در را سری پشت سرم میبندم و نفسم را حبس می‌کنم. بدترین زمان اصلاح کردن قبل از صبحانه خوردن است وقتی چیزی در شکمت باشد قویتر و سرحالتر هستی و آن حرامزاده هایی که برای کمباین کار می کنند نمی توانند به جای ماشین اصلاح برقی یکی از آن ماشین هایشان را روی تو بکشند. ولی وقتی قبل از صبحانه اصلاح بشوی همانطور که پرستار بعضی روزها مرا مجبور می کند، ساعت شش و نیم صبح در اتاقی که همه دیوارها و روشوییی سفید است و محتابیهای روی سقف به تو اطمینان میدهند که هیچ سایه در کار نیست و چهره هایی که تو را احاطه کردند از پشت آینه ها جیغ میزنند دیگر چه شانسی برای مقابله با یکی از آن ماشین ها داری. من در اتاق جاروها پنهان می و گوش میدهم. قلبم در تاریکی می و سعی میکنم ترس را از خودم دور کنم. سعی می کنم افکارم را به جای دیگر منحرف کنم. سعی می کنم به گذشته ها فکر کنم و چیزهایی در مورد روستا و رودخانه بزرگ کلمبیا به یاد می آورم. به زمانی فکر می کنم که من و بابا در میان درخت های سرو نزدیک دلس پرنده شکار می کردیم. ولی مثل هر موقع دیگری که سعی می کنم افکارم را به گذشته بکشانم و در آنجا پنهان شوم ترس نزدیک می شود و در این خاطر نفوذ می کند. می توانم احساس کنم کوچکترین پسر سیاه به سمت حال می آید و ترس مرا بو میکشد. کشد. های بینی شمانند قیف باز می کند. کلی گندش به این سمت می آید و ترس را از همه جای بخش بو میکشد. کشد. حالا درد مرا بو میکشد. کشد. می توانم صدای خورناسش را بشنوم. اون نمی داند که من کجا پنهان شدم ولی بو می کشد و می گردد و سعی می کنم تکان نخورم بابا به من می گوید نباید تکان بخورم به من می گوید که این سگ جای پرندگان را درست حس می کند ما از مردی در دلس یک سگ شکاری قرض کرده بودیم بابا میگوید همه سگ های روستا از نژاد پستی هستند همه شکمو هستند و اصلا کلاس ندارند ولی این یک سگ واقعی است من چیزی نمیگویم ولی دیدم که پرنده به لابلای شاخه های سرو رفته است و در بالهای خاکستریش قوز کرده است سگ آن پایین دور درخت میچرخد آنجا آنقدر بو هست که او نمیتواند به طور قطعی بوی پرنده را تشخیص دهد پرنده تا وقتی تکان نخورد در امان است او به خوبی جلوی خودش را گرفته است ولی سگ همچنان در حال چرخیدن و بو کردن است صدای سگ بلندتر و نزدیکتر می شود ناگهان پرنده در هم می شکند بالهایش را می گوشاید پرواز می کند و به تیر رس تفنگ بابا می رسد هنوز ده قدم از کما دور نشدم که کوچکترین پسر سیاه و آن یکی که از او بزرگتر است مرا میگیرند و کشان کشان به سالن اصلاح میبرند. نمی جنگم و صدایی هم از خودم در نمیآورم. اگر فریاد بزنید فقط کار خودتان سخت در می شود. فریاد نمیزنم. تا وقتی آن را روی شقیقه هایم میگذارند کاری نمی کنم. تا وقتی آن را روی شقیقه هایم نمیگذارند مطمئن نمیشونم که یکی از همان دستگاه های جایگزین است نماشین اصلاح دیگر نمیتوانم کاری نکنم وقتی به شقیقه هایم میرسند، دیگر بحث نیروی اراده مطرح نیست این یک دکمه است آن را فشار دادند حمله هوایی حمله هوایی میگوید با چنان صدای بلندی به من حمله می کند که انگار اصلا صدایی ندارد همه بر سر من فریاد میزنند از پشت دیوار شیشه ای دستانش را روی گوشهایش میگذارد. ظاهرا همه دور هم جمع شدهاند و حرف میزنند. ولی هیچ صدایی از دهانها بیرون نمیآید. صداهای دیگر در صدای من گم می شفند. آنها دوباره آن ماشین مهساز را روشن می کنند و سرما و سفیدی مانند شیر خامه ای روی من می ریزد. مهی آنقدر قلیز که اگر مرا نگیرند می توانم در آن پنهان شوم. در این مه شش اینچ جلوتر از خودم را نمیتوانم ببینم و تنها چیزی که از پس ناله های خودم به گوشم می رسد صدای فریاد پرستار است که حال را به هیجان می آورد و با استفاده از کیف حسیریش از میان بیماران راهش را باز می کند. صدای آمدنش را می شنوم ولی باز هم نمی توانم جلوی فریادم را بگیرم. تا وقتی می رسد فریاد می سنم. آنها مرا میگیرند و او کیف حسیریش را در دهانم میچپاند و آن را با دسته جارو در دهانم فرو میکند. یک سگ شکاری در مه زوزه میکشد. از ترس فرار میکند. او گم شده است زیرا نمیتواند چیزی ببیند. هیچ رد پای جز رد پای خودش روی زمین نیست. با آن پوزه سرخ و سردش در هر جهتی بو میکشد ولی هیچ چیزی حس نمیکند. به جز ترس خودش. ترسی که در وجودش می سوزد و دود می کند ترس همانطوری مرا میسوزاند. آخرش در مورد همه این چیزها حرف می زنم در مورد بیمارستان، در مورد پرستار و در مورد آنها و در مورد مکمورفی تا حالا ساکت بودم و از این به بعد قرار است مثل سیل بخروشم و شما با خودتان فکر می کنید این مردی که چون این چیزهایی میگوید دیوانه شده است و یاوهگویی می کند شما فکر میکنید که این چیزها خیلی وحشتناکتر از آن هستند که اتفاق افتاده باشند خیلی ترسناکتر از آن هستند که واقعی باشند ولی خواهش میکنم هنوز برایم سخت است که ذهنی پاک برای فکر کردن به این مسائل داشته باشم ولی این چیزها حقیقت است حتی اگر اتفاق نیفتاده باشد